از لندن سلام دارم به شما آقای حسن ماسالی، نویسنده و فعال سیاسی در شهر پوتومک ایالت مریلند. درود فراوان به شما و بینندگان و شنوندگانش. آقای ماسالی، در پی حملات تروریستی پاریس و سن برناردینو میدونیم که تحولات زیادی در این سو آن سوی جهان صورت گرفت و واکنش‌های زیادی ابراز شد نسبت به این حملات، از جمله یکی از واکنش‌های تند از سوی آقای دونالد ترامپ بود، کاندیدای جمهوریخواه احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا، که آقای ترامپ آمد و گفتش که باید جلوی ورود مسلمانان به آمریکا گرفته بشه. شما یک نامه سرگشاده داشتید خطاب به مردم آمریکا که من یک قسمت از اون رو بازگو میکنم و بعد نظر خودتون رو بیشتر جویا میشم. نوشته این در نامه که در پی حوادث تروریستی در پاریس و سن برناردینو برخی عناصر فاشیست در اروپا و آمریکا قصد توجیه جنایات خود علیه بشریت در آفریقا، آمریکای لاتین و خاورمیانه را دارند. و بعد اضافه کردیم که در هفته‌های اخیر و در محافل عمومی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برخی از شهروندان به طور بسیار آشکار بر ایدئولوژی‌های نژادپرستانه و فاشیستی مهر تأیید زدند و حتی بعضی شهروندان قانونی آمریکا را شهروندان درجه 2 توصیف کردند. دقیقاً بفرمایید منظورتون از این اقدامات فاشیستی چیست و کدام شهروندان آمریکایی آمدند و شهروندان دیگر رو شهروندان درجه 2 نامیدند؟ بله، الان حالا اسم دونالد ترامپ رو بردیم به عنوان نمونه است، ولی گروه افراطی دست راستی قوی در آمریکا و در اروپا فعالیت میکنن که البته این توضیح بدم که این حملات تروریستی در پاریس و در آمریکا و در هر جای دنیا به نظر من کار وحشتناک و ضد بشریت و ضد دموکراسی خواهیه، اما باید دلیل این که چنین پدیده هایی در سطح جهان بروز میکنن چیه؟ این بسیاری از سیاستمداران آمریکا، به خصوص آمریکا، انگلستان، فرانسه در رأس این قدرت قرار دارن و میخوان سیاست تجاوزکارانه حملات نظامی خودشون رو در کشورهای آفریقا به خصوص در خاورمیانه توجیه کنن و در نتیجه این پدیده به نظر من یک مسئله عکس العمل کوره در مقابل این سیاست به اصطلاح نظامی که این کشورها در این قدرت‌ها در این کشورها اعمال میکنن و در نتیجه آقای دونالد ترامپ یک نمونه‌ای از این جریان و حوادث بعدی نشون داده. مثلا در نیویورک زدن کسی که میخواسته بره وارد مسجد بشه، کتکش زدن، دو تا مسجد آتش در کالیفرنیا آتش زدن، غیره. من آدم مذهبی نیستم، ولی این کار یک عکس العمل کوره و نداشتن یک چشمانداز درازمدت برای این حل این مسائل. خب حالا به نظر شما این حملات تروریستی که صورت گرفته، شما که نمیخواید بیایید بگویید که این حملات رو قدرت‌های بزرگ خودشون مهندسی کردن که بیان توجیه کنن اقدامات بعدی خودشون رو در این کشورها، منظورتون این هست؟ نه خیر، اونا این حملات رو توجیه نمی‌کنن برای حملات بعدی خودشون. این میتونه این کارم بشه، ولی هدف من از نوشتن این نامه و یا انتقاد اینه که یک عده روشنفکر حداقل تو این کشورها هستن یا در رسانه‌ها باید تحلیل بکنن که این عکس العمل کورکورانه و این رادیکالیسم کور ناشی از چی است و در نتیجه عقیده دارم باید تمام دخالت‌های نظامی این کشورها در آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین از میان برداشته بشه و به اصطلاح روابط صلح‌جویانه‌ای رو دنبال بکنن و دیکتاتوری‌ها میتونن فشار. مثلا جان اف کندی به طور مثال ناگهان به خاطر اینکه یک مشاور روشندینی داشته به نام والت روستو، قریب 3 سال سیاست صلح و در پیش گرفت و پیس کورپ درست کرد در دنیا، به دیکتاتورها فشار آورد که دست از دیکتاتوری بردارین، حقوق مردم به رسمیت بشناسین. بعد زدن جان اف کندی رو کشتن و بعدش هم برادرش رفت باب کندی دنبال این سیاست بره، اونم کشتن. بنابراین این مسئله حتی مرگ کندی تو این کشورها مبهم باقی مونده. من عقیده دارم امروز رؤسای این کشورها، چه میخواد فرانسوی باشه، انگلیسی باشه، چه آمریکایی باشه، باید این سیاست خارجی رو به طور بنیادی زیر رو بکنه. بله، خب آیه ماسالی، باز میخوام برگردم به صحبت‌های آقای ترامپ در مورد اینکه گفته بود که جلوی ورود مسلمان‌ها باید گرفته بشه تا این مسئله روشن بشه که خلاصه ما با کی طرف هستیم. ترامپ معتقده که مسئله امنیت در اولویت شماره 1 قرار داره. آیا شما با این مسئله مخالفید؟ نه، امنیت، خود امنیت یکی هست. مثلا اعمال جنایت میکنه، دیکتاتوری میکنه، راسیستی رفتار میکنه، میگه استناد میکنه من میخوام امنیت برقرار کنم. اون برعکس تو به اصطلاح نتیجه برعکس داره. من به نظرم این سیاست آقای ترامپ باعث میشه که به قول خارجی ها he will create more hate، تنفر بیشتری ایجاد خواهد کرد و در نتیجه این مشکل را حل نمیکنه، بلکه یک توهین، یک دیسکریمینیشن برای کسایی که تبعه آمریکا هستند. اگر چنانچه اینا خیلی با دقت اتفاقا و با سختگیری کسی رو میپذیرن برای به عنوان تبعه آمریکا، چطور میشه یک مرتبه تمام هر کی مسلمانه تو یک لیست میذارن، میگن همه تروریستن، باید از نو چیز بکنن؟ این نشان دهنده این همون سیاستی که آقای هیتلر هم در مورد کلیمیا به کار برده بود. آقای ماسالی، میدونیم که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در اون سوی این صحنه مبارزات، در اون سوی آقای ترامپ خانم کلینتون قرار داره. این دوتا الان کاندیداهای پیشتاز احزاب خودشون، جمهوری‌خواه و دموکرات هستن. خانم کلینتون معتقده که صحبت‌های ترامپ در واقع دیگه از حالت شوخی و خنده گذشته و خطرناک، حالت خطرناک به خودش گرفته و اصرار می‌داره که این حرفا که آقای ترامپ میزنه بر منافع ملی آمریکا لطمه وارد میکنه و اون طرف مقابل رو بهش نیروی بیشتر این بخش برای گرفتن نفرات بیشتر، خلاصه یعنی گروه‌های تروریستی اسلامی رو بهشون کمک میکنه به طور غیر مستقیم که اینا بیان نفرگیری بکنن و آدمای تازه‌ای رو وارد گروه‌های خودشون بکنن. آیا شما به نوعی طرفدار حزب دموکرات و سیاست‌های حزب دموکرات و خانم کلینتون هستین در این ماجرا؟ من مشروط، اتفاقا این صحبتی که ایشون کرده بخشی از حقایق و خیلی خوبه هم هست، ولی عقیده دارم حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه، من اینا رو بررسی کردم از نظر تاریخی، اینها در خیلی از موارد سیاست به اصطلاح تجاوزکارانه نظامی رو تایید کردن. توجه کردید؟ سیاستمداران هر دو حزب. بنابراین من انتظار دارم خانم کلینتون بعد از این همه تجاربی که داشته و داره بیاد در یک مقدارم راجع به سیاست خارجی آمریکا در این کشورها صحبت بکنه که چه عواقبی رو به بار آورده. توجه کردی؟ مثلا میگن فلان کشور، نمیدونم، بشار اسد دیکتاتوره، نمیدونم قذافی دیکتاتوره، آیا دموکراسی آوردن در اونجا؟ مثلا نمونهش در لیبی دارم میگن، 7-8 تا گروه تروریستی رو به جون هم انداختن فقط برای اینکه نفت و گاز رو اونجا رو غارت بکنن. این آقای سرکوزی و آقای دیوید کامرون به طور مثال اینا مسئول این جریان هستن به طور عمده. خانم کلینتون و یا هر سیاستمدار آمریکایی باید یک بار برای شده با شهامت بیان میدون و شروع بکنن به قول معروف شبکه‌های ارتباطی درست کنن، مردم بسیج بکنن که دیگه برخی از این سیاست‌های غلط تجاوزکارانه و راسیستی آمریکا، انگلیس، فرانسه نباید دیگه در دنیا تکرار بشه. شما اخبار، ببخشید، اخبار روزانه، اخبار آفریقا رو نگاه بکنیم که اصلا این قاره ویران شده، همه رو به جون هم انداختن برای غارت. به نظر من شعار نمیدم، من تحقیق کردم. در خیلی از این کشورها منابع گاز، نفت، نمیدونم اورانیوم، الماس، اینا رو برای اینکه غارت بکنن این سیاست استعماری کهنه رو تغییر دادن با یه دکوراسیون دیگه. خب ولی خود خانم کلینتون که وزیر خارجه بود در زمانی که آقای قذافی سرنگون شد، وزیر خارجه آمریکا بود در کابینه آقای اوباما و خودشون هم طرفدار سرنگونی قذافی بودن، چگونه شما از ایشون انتظار دارید که حالا بیاد و کاملا سیاست خارجی گذشته رو خط بطلان بکشه و یه سیاست خارجی ایدئالیستیک اونطور که شما میفرمایید در پیش بگیرن؟ بله، من عقیده دارم ایشون اگه قادر نیست، من واسه همینم بهش رأی نمیدم. من با اینکه الان حق رأی دارم در آمریکا، من به اینجور افراد که این سیاست رو در گذشته داشتن ولی حاضر نیستن یه تجدید نظری بکنن، من با این افراد رأی نمیدم. و عقیده دارم هر سیاستمداری در مورد ما ایرانی هم صدق میکنه. ما در زندگیمون میتونیم خیلی اشتباهات مرتکب بشیم ولی باید این شجاعت داشته باشیم که بیایم از خودمون انتقاد بکنیم و نه اینکه همش تاکتیک بزنیم، استراتژیک بخوریم. آقای ماسری، در نامتون در بخشی از اون اشاره کردیم که برای سالیان متمادی ایالات متحده و چند کشور اروپایی که از جمله بریتانیا، فرانسه، اینها اومدن یک سیاست خارجی گمراه کننده رو در پیش گرفتند و از دولت‌های سرکوبگر و فاسد و همینطور ایجاد گروه‌های تروریستی در کشورهای افغانستان، پاکستان، ایران، عراق، مصر، لیبی و سوریه حمایت کردند و در همون حال احساسات آزادیخواهانه و آرزوهای تمام جوامع برای برخورداری از دموکراسی رو سرکوب کردند. من میخوام به طور مشخص در مورد ایران صحبت کنیم. منظورتون چیه که آمریکا، اروپا اومدن و در ایران از گروه‌های تروریستی، از تشکیل گروه‌های تروریستی حمایت کردن؟ آیا منظورتون این مسئله انقلاب بهمن 57؟ اینو چگونه شما که خودتون یکی از، من فکر می‌کنم در اون سالها از مخالفین حکومت سلطنتی بودید و تا حدودی هم میشه شما رو یک چپگرا توصیف کرد، اینا خودتون بیشتر بیان بفرمایید. من مخالف دیکتاتوری شاه بودم، عقیده دارم حتی در این مورد رفتار آمریکا، من مخالفم. با حتی با یک موقعی با رضا پهلوی که ملاقات داشتم تو روش گفتم که شما چه انتظاری از آمریکا دارین؟ محمد رضا شاه هرچی امریکا میخواست تقریبا به اجرا در آورد، ولی بعد از اینی که CIA کشف کرد ایشون بلاد کانسر، سرطان خون داره، بعد حتی حاضر نشدن که نشستن جلسه تشکیل دادن با برژینسکی و غیره و غیره که تئوری کمربند سبز رو مطرح کردن و حتی برای شاه میخواست برای معالجه وارد آمریکا بشه راش ندادن. این یک نوع نشان دهنده دوستی خاله خرسه است، توجه کردی؟ بعد از طریق آقای ابراهیم یزدی، انجمن اسلامی که در تگزاس داشته، به حسن حبیبی و دکتر یزدی، ابراهیم یزدی، قدس‌زاده، اینا شروع کردن و لابیگری کردن، رابطه برقرار کردن و خمینی رو که یه آدم بی سواد و دگم و افراطی بوده در از عراق آوردنش پاریس، ازش یه رهبر درست کردن و حتی تمام گزارشاتی رو که حتی خاطرات یزدی و دیگران رو که در مجله ایران فردا چاپ شده خوندم که اینا برای اینکه خمینی رو توجیه کنن یه کمیسیونی تشکیل داده بودن همون در پاریس که خمینی مزخرف نگه در مصاحبه ها، تمام سوالاتی که ازش میشه پیشاپیش تعیین بشه، نوشته بشه، دست ایشون بدن و بعد مطابق اون صحبت کنن که میگفته همه برابرن، زن و مرد برابرن و نمیدونم چنین و روحانیت حق دخالت نداره. بنابراین این رژیم به طور اخص این کارهای در جاهای دیگه میکردن. دست پرورده آقای برژینسکی و حکومت آمریکا بوده در اون زمان. حالا کارتر آگاهانه و ناگاهانه در این مسئله شرکت داشته یا نه اون بحث جداگونه‌ایه، ولی بنابراین به عنوان مبارزه با اتحاد جماهیر شوروی اومدن چنین مسائلی رو در افغانستان، پاکستان، ایران، غیره و غیره راه انداختن و این خودش یک جنایته. بله، یعنی شما معتقدید که آمریکا و اروپا پشت سر خمینی بودن و در ایجاد حکومت جمهوری اسلامی سهم داشتن و بعد وقتی میفرمایید گروه‌های تروریست ایجاد کردن در این کشورها از جمله ایران، منظورتون از این گروه تروریست چی هستش؟ خود اصلا در جای دیگه مثلا طالبان درست کردن. نه، من در مورد ایران میخوام بگم. در ایران اصلا کل سیستم تروریستی بوده به طور مثال، نه اینکه تنها نمیدونم این گروه یا اون گروه، حزب الله یا نمیدونم پاسدار و فلان، اصلا کل سیستم یک سیستم تروریستی بوده. بعد از اینکه به قدرت رسید شروع کرد هزاران نفر تو زندان. آقای مصطفی شما خودتون که عضو کنفدراسیون بودین اون موقع، اینطور نیست؟ بله. شما خودتون طرفداری کردین از سقوط رژیم شاه و به روی کار آمدن رژیم خمینی، نکردین؟ نه، من اتفاقا در زمانی که خمینی در بردنش پاریس، من مخفیانه در ایران بودم، زندگی به سر می بردم و نوشتم، تو خاطرات خودم هم نوشتم. من تنها اشتباهی که مرتکب شدم در دوران کنفدراسیون اینا نوشتم که انتقاد به ما وارده، من از جمله به من، که ما اون موقعی که خمینی رو تبعید کرده بودن هر اعلامیه چاپ میکرد ما گرفتیم تکثیر میکردیم بدون اینی که یه نقد زیرش بنویسیم. این کار بسیار غلطی بوده، توجه کردی؟ و در نتیجه خمینی رو بیشتر به میدون آورد به نظر من. ولی از اون موقعی که، چون من چند بار باش ملاقات داشتم، دیدم یه همچین چیزی، باور نمی‌کردم که اینو ببرن پاریس ازش رهبر. من در تهران مخفی بودم و در مخفیگان مرتب با گروه‌ها و احزاب و رهبران از جمله جبهه ملی تماس می‌گرفتم، آقا هوشیار باشین، به جریانات چپ حتی میگفتن من اینو میشناسم، نرین دنبال این، و به من جواب میدادن و اینو نوشتم، آقا نگران نباش، آخوند چیه، ما اینو ازش تاکتیکی استفاده میکنیم، بعد یه اردنگی میزنیم بیرونش میکنیم. و بعدش هم تو مصاحبه گفتم، تو همین وایس آف امریکا با من و جای دیگه صحبت کردن، تو یوتیوب هست، گفتم ما رفتیم تاکتیک بزنیم، استراتژیک خوردیم. بنابراین ما باید شهامت داشته باشیم، تمام این حقایق رو بیان بکنیم. واسه همین هم هست که همکنون سال هاست با هر جریانی که، هر گروهی که به طور میاد با یک جناحی از این رژیم تا سازش بکنه، من باش مخالفت میکنم. میگم مسائل تاریخ رو البته با اگر و مگر نمینویسن، ولی اگر با گذر زمان میتونستین به عقب، با تونل زمان به عقب برگردین و میدونستین چه اتفاقاتی میفته، باز هم از سقوط رژیم شاه جانبداری میکردین؟ من از رژیم شاه جانبداری نمیکردم، هنوزم نمیکنم. عقیده دارم این میان و بد و بدتر نباید انتخاب کرد. من خمینی آلترناتیو نیست، ولی رژیم شاه هم آلترناتیو نبوده. شاه فقط 3 سال چهره شاه رو دیدم که مجبور شده بود دموکراسی رو بپذیره در ایران. بنابراین میبایستی، از جمله بی‌درایتی خود شاه هم بوده که امثال خمینی رو به قدرت رسوندن. تمام آخوندا مزدگیر وزارت اوقاف بودن. بله، اداره سازمان اوقاف منظورتونه. بله. آقای مصطفی بپردازیم به همین مسئله انتخابات در آمریکا. میدونیم گروه‌های مختلف قومی رو این کاندیداها میان و سعی میکنن با اینها نزدیک بشن و حمایت اونها رو جلب کنن و ایرانیان در آمریکا هم یک بلوک قوی دارن، یواش یواش میشن. البته خب منسجم نیستن، نماینده‌ای ندارن در مجلس، ولی کاندیداها به صورت انفرادی به گروه‌های ایرانی توجه بیشتری رو مبذول می‌دارن، به خاطر اینکه خب هم از دانش برخوردارن، هم ثروت دارن و هم یک طبقه قابل توجه اجتماعی در ایالات متحده هستند. شما به عنوان خب یک فعال ایرانی، یک مبارز ایرانی که سعی داره در ایران آزادی و دموکراسی برقرار بشه، به کدوم طرف متمایل هستید؟ از کدوم کاندیدا حمایت میکنید و فکر میکنید کدوم کاندیدا میتونه کمک بکنه به برقراری آرمان آزادی و دموکراسی در ایران؟ ما عقیده دارم اولا که این جناح راست افراطی که چندین فراکسیون داره و راسیستن و اصلا به دموکراسی نمیاندیشن، من هیچ راه حلی، بعضی متاسفانه بعضی ایرانی‌ها هستن که مثلا از جورج دبلیو بوش حمایت می‌کردن یا میکنن، یا از امثال ترامپ حمایت میکنن. من به نظر من این سیاست بسیار غلطه، به دام افتادن یک چیز. شاید هم همون افرادی که این کارو میکنن با همون سیستم فکری میخوان برای در ایران سوغاتی بیارن. در مورد سایر کاندیداها، من در حدود 7-8 سال پیش یه مقدار توهم داشتم که آیا با گفتگو مذاکره با بعضی از این جناها، با بعضی از این سیاستمدارا میشه برای ایران راه حلی پیدا کرد. من ناامید شدم. خودم با عده زیادی از نمایندگان مجلس، با حتی استیت دپارتمنت، نمایندگانشون بخش ایران غیره و در حد بالاترین حدشون تماس گرفتم و گفتگو داشتم. نهایتاً به این نتیجه رسیدم که اینا از همه گروه‌های سیاسی ایرانی و غیر ایرانی به عنوان تاکتیک میخوان استفاده بکنن. یک برنامه و چشمانداز استراتژیک ندارن که در مورد ایران یا کشورهای نظیر ایران چه کار میخوان بکنن. من به این نتیجه رسیدم و واسه همینم در یک سمیناری که در جنوب در کارولاینا در آمریکا برگزار شده بود، از من دعوت کرده بودند راجع به ایران صحبت کنم. 2 سال پیش بود. عده‌ای از نمایندگان مجلس و حتی مال وزارت دفاع، ژنرال‌های به اصطلاح بازنشسته در اونجا شرکت داشتن. خیلی باز و آشکار گفتم شما یک نگاهی به سیاست‌های خودتون در ظرف 30-40 سال گذشته بندازین راجع به این کشورها، آفریقا، آسیا، آمریکا، به چه فلاکت اینا رو رسوندین. شما چرا برنامه چشمانداز ندارین برای دموکراسی خواهی، برای صلح، برای دوستی؟ همش میخواین استفاده تاکتیکی ببرین و با هر جریانی هم میخواین حتی مبارزین سیاسی رو بخرین، مزدور خودتون بکنین. اینو خیلی باز من خود تنفس که شد، یه ژنرال بازنشسته آمریکایی اومد به من گفت you have right, we have no vision. ما چشمانداز نداریم. من اصلا اینو خیلی باز آشکار با خیلی از دوستای آمریکایی من مطرح میکنم. خیلی هاشون یا باشه که من تایید میکنم این مسئله رو. چندین سال پیش اگه یادتون باشه، شاپور بختیار در یه مصاحبه گفته بود که غربی ها دنبال حقوق بشر و دموکراسی در ایران نیستن، اینها فقط ظاهریه، اینها میخواهند کدخدا رو ببینن و ده و بچاپن. آیا شما با این نظریه موافق هستید الان هم، بعد از گذشت 20 و چند سال از اون موقع که آقای بختیار اینو گفت؟ بله، من اون موقع که بختیار این حرفو می‌زد، من هنوز جزو برادران خوشبین بودم، ولی عقیده دارم که حرفشون درسته، برای اینکه این بلا رو سر خود بختیار هم آوردن، به طوری که بختیار که قصد ترورمون و گروه‌مندی داشتن، در دادگاهش من در یکی از جلسات دادگاه شرکت کردم، پرونده‌شم مطالعه کردم. اصلاً دولت فرانسه در اون زمان بختیار رو به عنوان یه آدم مزاحم میدونست در کشورش، واسه همین چشم خودشون رو بستن، ازش به طرز درستی حمایت نکردن. البته ما ایرانی هم بلد نبودیم، دوستان ما هم بلد نبودن درست ازش حفاظت بکنن و نسپرن فقط دست پلیس فرانسه که ازش حفاظت بکنه. منظور من این هستش که آیا الان هم فکر میکنید سیاست، چون همینطوره، چه ترامپ مثلا بشه رئیس جمهور، چه خانم کلینتون، اینها میخوان همین حکومت بمونه، یا اینکه واقعا ایالات متحده مایله که از این حکومت رهایی بیابه، مردم ایران رهایی بیابند و یک حکومت دموکراتیک سر کار بیاد؟ فکر میکنید برای غرب کدوم بهتره، یه حکومت غیر دموکراتیک مثل جمهوری اسلامی، یا یک حکومت دموکراتیک که با رأی مردم بیاد روی کار و خلاصه منافع ملی ایران مد نظرش باشه، در درجه اول اهمیت براش قرار داشته باشه؟ بله، این قبلا براشون منافعشون ایجاب میکرد، خمینی رو آوردن. الان هم به نظر من دنبال دموکراسی خواهی در ایران نیستن، ولی از این رژیم هم ناراحتن و میخوان براندازنش به طور کلی. به خاطر چی؟ برای اینکه اینا جزء همین کارهاییه که تو جاهای دیگه هم این کار کردن، بعد وبال انداختن به حتی گردن خودشون، موندن توش، گیر کردن، یه چیزی به وجود آوردن، حالا موندن توش. بنابراین میخوان این رژیم رو بندازن. به نظر من عین مثل پاکستان و جای دیگه عمل خواهند کرد. اینا دنبال یه ژنرال، یه پاسدار غیره، حتی یه پاسداری فرار کرده بود اومده بود اینجا برای اینکه محرمانه باش در تماس بودن، و اینا دنبال این هستن که یک کسی قدرتمندی که منافع اونا رو حفظ بکنه، نه منافع مردم ایران را یا دموکراسی در ایران را، منافع اونا را درست برآورده بکنیم، حاضرن کمکش بکنن به قدرت برسونن. کودتا شده، یک کودتای دیگه، حتی تو داخل سپاه پاسداران حاضرن کودتا بکنن و به شرط اینکه اون سردار و پاسدار دنبال روی اینا باشه. آقای ماسالی، پس با توجه به این صحبتایی که الان شما کردید، فکر میکنید بین کاندیداهایی که الان برای احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا تلاش میکنن، کدوم کاندیدا بهتر خواهد بود برای مردم ایران که بیاید کمک بکنه مردم ایران برای برقراری آزادی و دموکراسی در کشور؟ آره، من به نسبی تو میان کاندیدا باز مثلا خانم هیلاری کلینتون بهتر از اون سایر کاندیدا است که اینجا الان ابراز وجود میکنم، ولی باز مسئله ایران وقتی مطرحه، من حتی براش یه ایمیل زدم فرستادم برای خانم کلینتون، برآشفته شده بود، برای این نوشتم که آیا شما نسبت به سیاست خارجی تجاوزکارانه آمریکایی برنامه جدیدی دارین یا نه؟ توجه کردی؟ جواب ندادن. من بنابراین حتی حضورا ممکنه در یه جا ایشونا اگه ببینم خیلی باز و آشکار مطرح میکنم که اینا دنبال چه نوع دوستی هستن. توجه کردی؟ فقط منافع خودشون رو تامین کنن یا منافع مردم رو هم در نظر میگیرن؟ و این توهم از من دیگه، این توهم رو ندارم. عقیده دارم موقعی امریکا، اروپا یا هر کشوری میاد منافع ما ایرانی ها یا کشورهای دیگر را یا دموکراسی رو حفظ میکنه که بالانس قدرت وجود داشته باشه، یعنی نیروی سازمان یافته از میان مردم و اپوزیسیون وجود داشته باشه که شاخشونه نکشه، ولی بیاد بگه که ما تسلیم بیچون چرا نمیشیم. وقتی اینا ببینن یه بالانس قدرتی وجود داره، یه قدرت متقابلی وجود داره، اون موقع میان خیلی دوستانه رفتار میکنن، دموکرات منشانه رفتار میکنن. این اصلا جزء قوانین جامعه شناسی و علوم سیاسیه. من اینو در زندگیم تجربه کردم در مورد چه سیاست داخلی و چه سیاست بیرونی. آقای ماسالی، اگر اینطوره در سال 2009 که اون نیروی متقابل به وجود آمده بود در برابر حکومت جمهوری اسلامی بعد از انتخابات که آمدن و تقلب کرده بودن، مردم آمدن تو خیابونا، نزدیک به 3 میلیون نفر در خیابان‌های تهران بودن، ولی آمریکا نیامد طرفداری بکنه ازشون. آره درسته، ولی اون نیرو اولا سازمان یافته نبود، به علاوه رهبران کاذبی داشت. مثلا آقای میرحسین موسوی، من همون موقع خودم هم مخالفت کردم. میرحسین موسوی 8 سال نخست وزیر خمینی بود، در زمان اون کشتار بی‌نظیری در زندان‌ها و جای دیگه شد. بعد ابراز میکرد که من اطلاع نداشتم، دروغ میگفت. چطور منتظری حتی در اون زمان نامه نوشت، پخش کرد، اعتراض کرد به این کشتار در زندان‌ها، تجاوز به دخترها. بعد چطور ایشون نخست وزیر بود حتی صدای منتظری هم نشنید؟ بنابراین من عقیده دارم اون جنبش دموکراسی که مردم خودجوش از روی نارضایتی به میدان اومدن، ولی رهبران کاذبی و دروغگویی بود و به همین علت هم به شکست و ناکامی انجامید. اتفاقا با توجه به این صحبت که شما الان کردید، یاد یک گفته هادی خورسندی طنزپرداز ایرانی افتادم که میگفتش که در یکی از این نمایش‌هاش میگفتش که آقای میرحسین موسوی اون موقع پنجره خونه‌شون بسته بوده و صدای این زجه و این اعدام افراد رو از زندان‌های اوین اینا نمیشنیده. بله کاملا. من ایشونو هم آقای کروبی رو، تمام این دار و دسته دور بر خمینی رو اون موقعی که تو خاورمیانه فعالیت میکردم خوب میشناختم، بنابراین سر من نمیتونستن کلا بذارن. به مثال آقای ماسالی، این ایرانی هایی که الان طرفداری میکنن فرض کنید از اشخاصی مثل ترامپ، اینها فکر میکنید سرنوشت اینا چه خواهد شد اگر ترامپ روی کار بیاد؟ به اینها کمک خواهد کرد برای اون آرمانی که خود اینها دارن؟ اینها هم خب دلشون میخواد که در کشورشون دموکراسی و آزادی برقرار بشه، اینا بتونن برگردن به ایران. من به نظر من کسانی که از ترامپ حمایت میکنن و از اون طریق آزادی و دموکراسی میخوان، خواب و خیال بیش نیست، یا اصلا آگاهانه از یه آدم فاشیست و راسیست دارن حمایت میکنن. بنابراین اینا اینجور آدما آینده‌ای در ایران نخواهند داشت و در جنبش دموکراسی خواهی هم جایی ندارن. سپاسگزارم از شما حسن ماسالی که وقتتون در اختیار من گذاشتید برای انجام این گفتگو.